درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز پنجشنبه 9 نوامبر 2023 میلادی برابر است با 18 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. نیروهای اسرائیلی امروز پنجشنبه در میان ساختمان‌های ویران شمال نوار غزه با شبه نظامیان حماس جنگیدند و به دو بیمارستان بزرگ نزدیکتر شدند. ارتش اسرائیل حماس را متهم کرده که از بیمارستان‌های غزه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند و تونل‌ها و نیروهایشان در زیر این بیمارستان‌ها هستند. ساکنان غزه میگویند بعد از اینکه اسرائیل به فلسطینی‌های غزه دستور تخلیه منطقه را داد، هزاران فلسطینی دیگر از شمال باریک به جنوب غزه فرار کردند. ارتش اسرائیل میگوید امروز پنجشنبه هم مسیری را برای خروج غیر نظامیان از شمال نوار غزه باز کرده است. این مسیر در فاصله 10 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت محلی باز خواهد بود. این پنجمین روز متوالی است که خیابان اصلی صلاح الدین برای ساعتی باز می شود تا غیر نظامیان به سمت مناطق امن‌تر در جنوب نوار غزه بروند. از سوی دیگر شماره کشته شدگان حمله شب گذشته نیروهای ارتش اسرائیل به کرانه باختری اشغالی هر لحظه در حال افزایش است. مقامات بهداشتی فلسطینی در آخرین اظهار نظر گفتند که در پی یورش به شهر جنین و اردوگاه آوارگان در کرانه باختری تعداد کشته شدگان 10 تن افزایش یافته است. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که 2 اسرائیلی در طول شب پنجشنبه هنگام رانندگی در شمال کرانه باختری به ضربه گلوله زخمی شدند. آنها گفتند که 1 نوزاد در صندلی عقب ماشین آنها بوده که آسیب ندیده است. نیروهای دفاعی اسرائیل میگویند که نیروهای تیپ پیاده نظام نهال بعد از 10 ساعت درگیری یک پایگاه حماس معروف به پاسگاه 17 را در غرب جبلیه تصرف کردند. ارتش اسرائیل میگوید که سربازان در این پاسگاه با عوامل حماس و جهاد اسلامی که هم در بالای زمین و هم در یک مسیر زیرزمینی در منطقه بودند نبرد کردند. به گفته ارتش اسرائیل 10 عامل تروریست در جریان این درگیری کشته شدند. این گزارش میگوید که سربازان بسیاری از طلاها و چاهای تونل را کشف کردند، از جمله یک تونل در مجاورت یک مهد کودک که به یک مسیر زیرزمینی گسترده منتهی میشد. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی طرح‌های جنگی مهم حماس را در پاسگاه 17 پیدا کردند. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه هم اعلام کرده بود که از زمان آغاز جنگ در نوار غزه 130 چاه تونل حماس را منهدم کرده است. مقایسه حملات راکتی حماس به شهرهای اسرائیل در 3 روز اخیر نشان می‌دهد که بعد از پیشروی ارتش اسرائیل و نابودی بخشی از تونل‌های زیرزمینی حماس در دور شهر غزه، پرتاب راکت‌ها به شدت کاهش یافته است. مقامات درمانی غزه که در کنترل حماس است گفتند که از حملات 7 اکتبر در بیش از 1 ماه گذشته تا کنون 10812 تن در غزه کشته شدند که 4412 تن از آنها کودک بودند. در سوی دیگر امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز افتتاح کننده نشستی در خصوص غزه در پاریس بود و خواستار توقف کوتاه مدت و بشردوستانه جنگ در غزه شد. ماکرون همچنین گفت که کمک فرانسه به فلسطینیان در سال آینده 5 برابر خواهد شد و از 20 میلیون یورو در سال جاری به 100 میلیون یورو در سال 2024 افزایش خواهد یافت. رجب طایب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امروز پنجشنبه در دیدار با ابراهیم رئیسی همتای ایرانیش گفت که ترکیه آماده است نقش ضامن در نزاع فلسطینی اسرائیلی را بر عهده بگیرد تا این معضل حل شود. نرگس محمدی خبر داد که بدون روسری با کت و دامن روز 17 آبان ماه از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و ساعتی بعد به زندان بازگشته است. در پی این انتقال 7 زن زندانی سیاسی به اعتصاب قضایشان در حمایت از محمدی پایان دادند. تعدادی از ملاقات کنندگان او در بیمارستان تهدید و بازداشت شدند. در خبری که سازمان زندانها درباره انتقال نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل به بیمارستان منتشر کرد، آمده است که او با رعایت مقررات و پروتکل‌ها به بیمارستان اعزام شد. صفحه اینستاگرام محمدی ظهر پنجشنبه اعلام کرد که اگر جمهوری اسلامی نپوشیدن
کردن روسری را رعایت مقررات و پروتکل ها می داند، قاعدتا برای همه زنان ایران باید چنین باشد. بعد از بازگشت نرگس محمدی به بند زنان زندان اوین، او به اعتصاب قضایی 3 روزه‌اش پایان داد. گلرخ ایرایی زندانی سیاسی هم اعلام کرد که 7 تن از همبندی های محمدی در اوین از جمله او و ویدا ربانی اعتصاب قضایی حمایتی خود را شکستند. کانال دانشجویان پیشرو از انتقال یک دانشجوی دختر واحد سرخانک دانشگاه آزاد تهران به بیمارستان بعد از درگیری بر سر حجاب اجباری خبر داد. در ادامه تلاش برای سرکوب اعتراضات در دانشگاه ها، دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی تهران با احکام منع از تحصیل و تبعید مواجه شدند. به گزارش کانال دانشجویان پیشرو، از روز چهارشنبه 17 آبان ماه حراست دانشگاه ابتدا به بهانه کارت دانشجویی و سپس عدم رعایت حجاب اجباری مزاحم یک دختر دانشجو شده، او را در راه رو هل داده و به زمین انداخته است. این دانشجو بعد از حمله ماموران حراست و به زمین افتادن دچار حمله عصبی شده و شروع به فریاد کشیدن کرده است. با توجه به وضعیت ناپایدار این دانشجو، او با رسیدن آمبولانس اورژانس به بیمارستان منتقل شد. با گذشت حدود یک هفته از آتش سوزی مرگبار کمپ ترک اعتیاد گام اول رهایی در لنگرود، فرماندهی انتظامی گیلان از بازداشت متهمی که این مرکز را عمدن آتش زده خبر داد. روزنامه اعتماد روز 18 آبان ماه با یکی از بهبودیافتگان این کمپ درباره آزار و اذیت مددجویان و عمدی بودن حریق گفتگو کرد. عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی گیلان اعلام کرد که متهم اصلی و 28 ساله آتش سوزی عمدی در کمپ ترک اعتیاد لنگرود دستگیر شده است و افزود این فرد گفته با بنزینی که از قبل تهیه کرده بود از دیوار پشت کمپ وارد ساختمان شده و اقدام به آتش زدن آن کرده است. ملکی گفت متهم علت به آتش کشیدن ساختمان را اختلافات شخصی با مالک کمپ ترک اعتیاد اعلام کرده است. قاضی دادگاه استیناف حمید نوری روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم نهایی در مورد این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را در بعد از ظهر 28 آذر ماه سال جاری اعلام خواهد کرد. قاضی دادگاه که در روز پایانی محاکمه در روز چهارشنبه 17 آبان ماه سخن می گفت، افزود که به دلیل احتمال فرار حمید نوری از چنگ قانون، زندان او را تا زمان اعلام حکم تمدید می کند. حمید نوری روز چهارشنبه در دفاع از خود گفت که 4 سال انفرادیش از جهتی بهترین دوران زندگیش بود و افزود با خدای خودم حساب و کتاب کردم و تا حدی حسابم را صفر کردم. اگر من را آزاد کنید راضیم. فیلم تازه سهیل بیرقی به نام عامه پسند در حالی از تاریخ 17 آبان ماه 1402 روی پرده سینماهای ایران رفته که در پوستر طراحی شده آن نام فیلم و بازیگران بر صفحه سفید نقش بسته و تصویر هیچ کدام از بازیگران آن دیده نمی شود. پیشتر سری اول پوسترهای تبلیغاتی این فیلم جمع‌آوری شده بود، چرا که به گفته مقامات وزارت ارشاد جمهوری اسلامی استفاده از تصویر باران کوثری و فاطمه معتمدآریا بازیگران این اثر در تبلیغات این فیلم ممنوع اعلام شد. سازندگان این فیلم به دنبال این ممنوعیت نمایش تصویر تصمیم گرفتن تصویر هوتان شکیبا دیگر بازیگر این فیلم را هم حذف کنند تا این اثر با پوسترهایی بدون عکس بازیگرانش منتشر شود. بنابراین در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه.
بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونا روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15، 818-344-5050، 818-377-31، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. شورای تامین آموزش و پرورش کشور افتتاحیه مدرسه خیریه یلدا که توسط دکتر حمید قره‌حسن‌لو و همسرش فرزانه قره‌حسن‌لو ساخته شده را لغو کرد. عمادالدین باقی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه حقوق بشر و دین، با انتشار تصویر سند مرتبط با ساخت این مدرسه توسط این زوج که سابقه طبابت‌های رایگان و مدرسه سازی در ایران دارند، در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که شورای تامین آموزش و پرورش برنامه افتتاح این مدرسه را که قرار بوده یک شنبه 21 آبان ماه 1402 برگزار شود لغو کرده است. مدرسه خیریه یلدا در روستای سردشت شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان و به همت هیئت امنای نیکوکاری نهال اندیشه که حمید قره‌حسن‌لو و همسرش هم در آن عضویت دارند ساخته و آماده بهره برداری شده است. در جریان سفر رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی به تاجیکستان، مقامات بلندپایه دو کشور 18 سند و تفاهمنامه همکاری امضا کردند که بر اساس یکی از آنها لغو روابط به مدت 30 روز بین ایران و تاجیکستان به امضای وزرای امور خارجه دو کشور رسید. ابراهیم رئیسی ظهر روز چهارشنبه 17 آبان ماه در کاخ ریاست جمهوری تاجیکستان معروف به قصر ملت مورد استقبال امام علی رحمان همتای تاجیک خود قرار گرفت و سپس رؤسای جمهوری دو کشور پشت درهای بسته گفتگو کردند. در جریان این سفر مقامات عالی دو کشور در حضور رؤسای جمهور تفاهم‌نامه‌های متعددی امضا کردند که مهمترین آن لغو روابط سفر بین دو کشور بوده است.
وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از حمله جنگنده‌های آمریکایی به تأسیساتی در شرق سوریه که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه‌های وابسته به آن استفاده می‌شد خبر داد. آستین گفت این حمله توسط دو فروند جنگنده F-15 انجام شد و یک مرکز نگهداری سلاح را هدف قرار داد. به این حمله را دفاع شخصی دقیق توصیف کرد و گفت که پاسخی به یک سری حملات علیه پرسنل آمریکایی در عراق و سوریه توسط وابستگان سپاه نیروی قدس است. آستین گفت که بایدن اولویتی بالاتر از امنیت پرسنل ایالات متحده ندارد و او این اقدام را برای روشن کردن این موضوع هدایت کرد که ایالات متحده از خود پرسنل و منافع خود دفاع خواهد کرد و افزود که ایالات متحده کاملا آماده است تا اقدامات لازم بیشتر را برای محافظت از مردم و تأسیسات ما انجام بدهد. آستین همچنین گفت که ایالات متحده مخالف با هر گونه تشدید تنش است. 5 نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 آمریکا در مناظره ای که در غیاب دونالد ترامپ نامزد پیشتاز جمهوری خواهان برگزار شد و لزوم برخورد جدی با جمهوری اسلامی به دلیل حمایتش از تروریست در منطقه تاکید کردند. نیکی هیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در مناظره جمهوری خواهان با اشاره به حمله های نیروهای نیابتی ایران به مواضع آمریکا گفت باید به عنوان واکنش زیرساخت های ایران را که این حمله ها را ممکن می کند هدف قرار دهیم. وی با تاکید بر اینکه آمریکا باید از موضع قدرت با ایران برخورد کند گفت اگر یک بار برای همیشه مشت محکمی با آنها بزنیم عقب می کشند. با این حال دولت بایدن در تلاش است به توافق هسته‌ای برگردد و به ایران 6 میلیارد دلار پول می دهد. راند سانسیس دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این مناظره گفت آمریکا باید به ایران ثابت کند که اگر مویی از سر نیروهایش در خاورمیانه کم شود تهران باید هزینه های جهنمی پرداخت کند. او با تاکید بر اینکه نتانیاهو باید یک بار برای همیشه کار قصاب‌های حماس را تمام کند گفت حماس باید همه گروگان‌ها را آزاد کرده و بی قید و شرط تسلیم شود. سناتور تیم اسکات دیگر نامزد جمهوری‌خواه در مناظره خطاب به جو بایدن گفت اگر می‌خواهید از مجروح شدن سربازان آمریکایی جلوگیری کنید باید ایران را هدف قرار بدهید و سر مار را ببرید. کریس کریستی دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در مناظره جمهوری‌خواهان گفت آمریکا و اسرائیل باید از منزوی کردن ایران اطمینان حاصل کنند. ویبک راماسوامی دیگر نامزد انتخابات جمهوری‌خواه نیز در این مناظره گفت اسرائیل نه تنها حق دارد بلکه مسئول است که در دفاع از خود تروریست‌های حماس را نابود کند. شنوندگان ارجمند بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HT 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست.
بیژن جواهری که نمایندگی رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال می‌کنیم. خبرگزاری یونها به کره جنوبی روز چهارشنبه گزارش داد که یکی از کارمندان یک شرکت بسته‌بندی محصولات کشاورزی این کشور به دست یک ربات در این کارخانه کشته شده است. بنا به این گزارش، این مرد کارمند شرکتی بود که ربات‌های صنعتی نصب می‌کرد و برای این به کارخانه فرستاده شده بود تا بررسی کند که آیا حسگرهای دستگاه‌ها به درستی کار می‌کنند یا نه. مرگ او زمانی رخ داد که بازوی رباتیکی که جعبه های فلفل دلمه‌ای را بلند می‌کرد و روی پالت می‌گذاشت نتوانست بین این جعبه ها و این پرد تمایز قائل شود. این بازوی رباتیک سپس این کارمند 40 ساله را به سطح تسمه نقال فشار داده و صورت و سینه او را له کرده است. اتحادیه بازیگران هالیوود عصر چهارشنبه از دستیابی به یک توافق موقت با تهیه کنندگان و استودیوهای بزرگ فیلمسازی و پایان اعتصاب 118 روزه این بازیگران خبر داد. به گزارش رسانه‌ها، طرفین درگیر سرانجام بعد از 3 دور گفتگو و مذاکره بر سر بهبود وضع دستمزدها در نمایش‌های تلویزیونی و فیلم‌های پخش شده و همچنین درباره تدابیر استودیوها در زمینه استفاده از هوش مصنوعی به توافق رسیدند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.